بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان. عنوان سخن ما درس هایی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، خطبه 23. این خطبه هم در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است، هم در منابع فراوانی از شیعه و اهل سنت مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل کردن. زمخشری در ربیع الابرار این خطبه رو آورده، در کتاب صفین نصر ابن مزاحم متوفای اوائل قرن 3 آمده. منابع فراوانی این خطبه رو از امیر مؤمنان سلام الله علیه روایت کردن. خطبه رو میتوان به 3 بخش تقسیم کرد. بخش اول این که حضرت می‌فرماید بدانید تقسیم روزی دست خداست، اگر کسانی از روزی کمتری برخوردارند به صاحبان ثروت حسادت نورزند، کینه‌ای پیدا نکنند، دشمنی پیدا نکنند، از رحمت و لطف الهی ناامید نشند، سوء ظن بدگمانی به پروردگار پیدا نکنند. این بخش اول. بخش دوم، به صاحبان ثروت حضرت توجه می‌دهند که یادشون باشه که از مسئولیت‌های اونها دستگیری از نیازمندان، به ویژه ارحامشون، خویشاوندانشون. و بخش پایانی خطبه حضرت به موضوع صله ارحام، رسیدگی به خویشاوندان که وظیفه همه هست، توجه می‌دهند. با این جمله شروع می شود: ان الامر، اما بعد، فان الامر ينزل من السماء الى الارض. همه امور الهی، همه امور از جانب خداوند از آسمان نازل می شود. سوره مبارکه قدر، این آیه رو آشنا هستید: تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. اعتقاد ما اینه همه مقدرات ما از جانب پروردگار نازل می شود. سوره مبارکه هجر آیه 21: و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. مقدرات همه ما انسان ها، نه تنها مقدرات ما، همه چیز از جانب پروردگار نازل می شود، اراده الهی است. حضرت مثال می زنند: ان الامر ينزل من السماء الى الارض كقطر المطر، مثل قطرات باران، الى كل نفس بما قسم لها. برای هر انسانی خداوند یه روزی قرار داده، خداوند روزی رو تقسیم کرده. در روایات هم داریم: ان الله قسم الارزا، خداوند بین بندگان روزی رو تقسیم کرده. من زیادتن او نقصان، روزی بعضی کمه، روزی بعضی زیادتره. البته این بیان امیر مؤمنان سلام الله علیه نیاز به تفسیر و توضیح بیشتری داره که انشاءالله اشاره خواهم کرد مقدر بودن روزی به چه معناست. بعد حضرت می‌فرماد اگر همه چیز از جانب خداوند نازل میشه، اگه تقسیم روزی دست خدا هست، فاذا را احدکم لاخیه غفیرتن،
اگر کسی دیدی که از برادران مسلمانش مال بیشتری داره، غفیره یعنی زیاده، کسی وضع مالیش بهتر از ماست، به اندازه ما تلاش کرده ولی وضع مالی او بهتره، اذا رعا احدکم لاخیه غفیرتن فی اهل او مال او نفس، مال او بیشتره، اهل و عیال او بیشتره، خدا اولاد بیشتری به او داده، زندگی وسیع تری داره، فلا تکونن له فتنتن، مواظب باشید اگر دیدید کسی ثروتش، مالش، اولادش، اهلش، عیالش بیشتره، این زیادی مال و ثروت و اهل و عیال دیگران یه وقت وسیله فتنه برای شما نشه، شما نسبت به دیگران حسادت نورزید، کینه نگیرید، کینه به دل نگیرید، دشمنی اونها رو به دل نگیرید، خودتون از رحمت الهی ناامید نشید، سوء ظن به پروردگار پیدا نکنید، بابا ما با فلانی با هم شروع کردیم کسب و کار و زندگی، چرا اینقدر وضع مالی او بهتره؟ چرا کسب و کار او بیشتر گرفته؟ چرا امکانات بیشتری داره؟ اهل و عیال و اولاد و ثروت بیشتری داره؟ با اینکه تلاش ما مثل هم بوده. خب ببینید معنای مقدر بودن روزی همینه دیگه. عرض کردم حالا مفصل یا در این جلسه یا در جلسه بعد باید مفصلا اشاره کنیم معنای مقدر بودن روزی چیه و چه نشانه هایی هست از اینکه روزی مقدره. یه بحث خیلی مفصلی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان دارن، بحث بسیار ارزشمندی است. من تقاضا میکنم عزیزان من، مخصوصا سروران روحانی من، اگر این بحث رو ندیدن حتما در این تفسیر گرانسنگ علامه طباطبایی بحث رو ملاحظه کنن. مقدر بودن روزی مسلمه، ایشون مفصلا آیات، روایات، دلائل زیادی رو بیان میکنن. روزی مقدره، به تلاش ما، همه چیز در محدوده تلاش ما نیست. گاهی ما با یه نفر رفیقمون با هم شروع کردیم کسب و کار و تجارت، دو نفر مثل همن، تلاششون مثل همه، یک کسی وضع مالیش خیلی بهتره، یک کسی ضعیفتره. عرض کردم حالا میرسم اون بحثو. اجمالا امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد مقدر روزی از جانب خداوند نازل میشه، نه فقط روزی، همه چیز. ان الامر ينزل من السماء الى الارض، همه چیز از ناحیه پروردگار نازل میشود، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. فاذا راى احدكم لاخيه، اگر دیدید یه برادر ایمانیتون وضع مالیش بهتر از شماست، اهل و عیال و زندگیش، مالش، ثروتش بیشتر از شماست، فلا تکونن له فتنتن، باعث فتنه نشه، یعنی یه وقت باعث نشه که حسادت ببرزه نسبت به اون وضع برادری که وضع مالیش بهتره، کینه ای از او به دل بگیره، عداوت و دشمنی پیدا کنه، یا بالاتر از همه اینا از رحمت الهی ناامید بشه، بگه خدایا تو که ارحم الراحمینی پس چرا وضع مالی من بده، وضع مالی خوبه، سوء ظن پیدا کنه به پروردگار، معاذ الله عدالت خداوند رو زیر سوال ببره. این صریح قرآن کریم، ان شاء الله میرسیم به آیاتش، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، قرآن دیگه، قرآنی که ما قبول داریم، نحن قسمنا، قرآن میفرماید ما تقسیم کردیم، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات، ما تقسیم کردیم، روزی دست ماست. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماد اگر مقدر الهی نبود خب همه دوست داشتن در بالاترین وضع مالی باشن. چرا همه اینجور نیستن؟ همه دلشون میخواد، همه دلشون میخواد اولین ثروتمند عالم باشن، برسن به اون درجه بالا. چرا همه نمیرسن؟ با اینکه تلاش ها فراوانه، کوشش ها فراوانه، اما همه چیز در تلاش و کوشش ما خلاصه نمیشه. حتما ما باید تلاش کنیم. تقسیم روزی به این معنا نیست که ما تلاش نکنیم. میدانید باز در روایات
روزی رو به دو قسم تقسیم کردن، روزی که شما دنبالش میری، روزی که دنبال شما میاد. انشاءالله میخونم روایاتشو بعدن. ما باید تلاش کنیم، ولی همه چیز در تلاش ما خلاصه نمیشود و الا همه باید در یه درجه اعلا باشن، در حالی که نیستیم. تلاش ها فراوانه توی بازار، توی اقتصاد، توی کسب و کار. 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر با هم شروع میکنن، اما 2 نفرشون، 5 نفر، 10 نفرشون به اوج میرسن. اگه تقسیم نبود همه باید به اون درجه اول میرسیدن. حالا میرسیم انشاءالله اون بیان رو. امیر مؤمنان میفرماید مواظب باشید، سوء ظن به خدا پیدا نکنید، بدگمان به خدا نشید که ای خدا عدالتت کجا رفت، چرا ما به ما کمتر دادی به دیگران بیشتر دادی. خدا مقدر کرده، روزی مقدره، بنا نیست همه در یک درجه باشن. همونطوری که ما در استعدادها در یک درجه نیستیم، همه ماها مردم استعداداشون یکیه. توی مدرسه برید 500 تا دانش آموز، همه دانش آموزه در یه درجه از استعدادن؟ قطعا اینجور نیست. بعضی ها استعدادهای فوق‌العاده‌ای دارن، بعضی ها ضعیفن، بعضی ها ضعیفترن، بعضی ها خیلی ضعیفن. بنا زندگی انسان اینجوری بوده، علا قاعده زندگی این هست، تقسیم شده، استعدادها متفاوته، ثروتها متفاوته، توانایی ها متفاوته. حضرت می فرماد اگر دیدی برادر ایمانی شما، برادر دینی شما وضع مالی بهتری داره، اهل و عیالش بهتره، بیشتره، لا تکونن له فتنتن، وقت باعث فتنه نشه برای شما، حسادت، کینه، عداوت، سوء ظن به پروردگار، یأس از رحمت الهی پیدا نکنید. فان المرء المسلم، اجازه بدید من در این جلسه خطبه رو بیشتر معنا کنم تا ببینیم اگه رسیدیم اون بحثای دیگه رو تقدیم میکنم. حضرت میفرماید مواظب باشید، ان المرء المسلم، میخوام ترجمه روان و آزادی برای این عبارت داشته باشم قبل از اینکه متن رو با هم مرور کنیم. حضرت در یه جمله میخوان بفرمایید اینو بدانید، همه چیز تو دنیا خلاصه نمیشود، همه چیز در داشتن ثروت و قدرت و مال دنیا خلاصه نمیشود. بالاتر از ثروت و مال دنیا این است که انسان آلوده به زشتی ها نشه، این که پاک زندگی کنه، یعنی اون ثروت معنوی. اشتباه نشه عزیزان، انشاءالله این بحث رو برای سومین بار عرض میکنم، مفصلا مطرح میکنم دلائل قرآنی و حدیثی، این که چگونه خداوند روزی رو مقدر کرده و معنای مقدر بودن روزی چیه مفصل عرض میکنم. و خدای نکرده به ذهن کسی نیاد که آقا میبینید گاهی تبلیغاتی علیه بعضی از واژه های دینی میشه، واژه زهد رو بد معنا میکنیم، واژه عیسی رو بد معنا میکنیم، از جمله همینه. میگن آقا یعنی چه روزی مقدره؟ شما میخواید مردم در برابر ظلم ظالم ها سکوت کنن؟ ابدا. در اسلام میدانید فقر اگر فقر تحمیلی باشه پسندیده نیست. اگر دیگران فقر رو بر ما تحمیل کردن، مجبور کردن، ثروت ما رو گرفتن، منابع ما رو گرفتن، ما در فقر زندگی کنیم، توصیه نشده شما این فقر رو تحمل کنید. ابدا بایستید، مبارزه کنید. امام راحل ما رضوان الله علیه چرا قیام کردن؟ خیلی بحث مهمیه. یک فقیه، یک مرجع دینی، یه عالم دینی چرا قیام کردن؟ چرا مردم در این قیام با ایشون همراهی کردن؟ برای اینکه میخواستن بگن ملت ما رو شما در فقر نگه داشتید، منابع ما رو دارن دیگران غارت میکنن. این فقر، فقر تحمیلی بود. اسلام نمیگه شما در برابر ظلم سکوت کنید، به هیچ وجه. اسلام نمیگه اگر دشمن فقر رو بر شما تحمیل کرد بگو آقا مقدر ما همینه دیگه. اتفاقا این تفکر، تفکر امویه، بنی امیه این تفکر رو رواج میدادن. معاویه، یزید، بنی امیه بر اینکه مردم رو در زیر سلطه خودشون قرار بدن تفکر جبر رو میگفتن، ای بابا دیگه جبر، دیگه ما باید بپذیریم، اینجوری مقدر شده، ساکت باشید، آرام باشید، قیام نکنید، هر چی شد. نه، امام یک فقیه، یک عالم دین، یک دینشناس، یک مرجع بود، قیام کردن، نگفتن ما باید تحمل کنیم.
شنیدم رضوان خدا به روان امام راحل ما، شنیدم ایشون بعد از بازگشت به وطن، بعد از 14 سال 15 سال از تبعید که برگشتن به ایران، فرموده بودن شاعر این شعر کیه بگید بیاد. ایشون خیلی از این شعر خوششون آمده بود. عزیزان اگه یادشون باشه در دوران انقلاب این شعر زیاد خونده میشد. بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی نی به زیر بار ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. این شعر خیلی اون وقت قبل از انقلاب تو اوج راه پیمایی های مردم بر سر زبان ها افتاده بود. امام خیلی پسندیده بودن، فرمودن شاعر این شعر رو بگید بیاد من تشویقش کنم. بله منطق ما اینه، نه ظلم کن به کسی نه ای به زیر بار ظلم برو. فقر تحمیلی مورد ستایش قرار نگرفته، فقری که در اثر تنبلی باشه مورد ستایش قرار نگرفته. ما تنبلی کنیم از خونه بیرون نیاییم، تلاش نکنیم، بگیم آقا چه کنیم دیگه، مگه شما نگفتید روزی مقدره، مقدر ما بیش از این نیست. نه، تقدیر روزی به معنای این نیست که ما کار نکنیم، تلاش نکنیم. تقدیر روزی به این معنا نیست که در برابر چپاول منابع یک ملت سکوت کنیم. نه، امام راحل ما فریاد زدن، ملت ما فریاد زدن. نه، گاهی ما کار و وظیفه خودمون رو انجام دادیم، تلاش خودمون رو انجام دادیم. دو نفر با هم شروع کردن، دو تا مغازه کنار هم، سرمایه شون یکیه، تلاششون یکیه، استعدادشون یکیه، ولی یک کسی کارش گرفته یکی نگرفته، چیکار بکنه؟ به خدا سوء زن پیدا کنه، معاذالله عدالت خدا رو زیر سوال ببره. اونی که وضع مالیش بهتره، ثروتش بیشتره، به او حسادت ببرزه. امیر مؤمنان تمام کلامشون و بیانشون و هدفشون همینه. اگر شما تلاش کردید، کوشش کردید، خودتون به دست خودتون فقر رو بر خودتون تحمیل نکردید، تنبلی نکردید، دشمن فقر رو بر شما تحمیل نکرد، نه تلاش کردید، در برابر دشمن هم ایستادید، اما گویا بیش از این روزی شما نیست. اگر مقدر شما بیش از این نبود، به خدا سوء زن پیدا نکنید، بدگمان نشید، ناامید نشید. نسبت به کسانی که وضع مالی بهتری دارن حسادت نورزید، کینه نداشته باشید. حضرت می‌فرماید اینو بدانید، بدانید بالاتر از ثروت دنیا طهارت معنویه، پاکی معنویه. اگه شما آبرومند زندگی میکنید، تلاشتون رو کردید، خب بیش از اینم مقدرتون نبوده، یه زندگی که ضعیفتری دارید. ولی بدانید بالاترین ارزش ثروت نیست، بالاترین ارزش پاکی معنویه، طهارت معنویه. اینو قبول داریم یا نه؟ آدم ثروت همه ی عالم رو داشته باشه اما یه لکه ننگی تو زندگیش باشه، چه ارزشی داره؟ آدم ثروت همه ی عالم رو داشته باشه، یه بدنامی، چه ارزشی داره؟ دیدید اینایی که گرفتار اینجور مصائب میشن، گرفتار یه بد اخلاقی هایی خودشون ایجاد کردن، بدنامی هایی میشن، حاضرن همه ثروتشون رو بدن این رسوایی و این افتضاح ازشون برداشته بشه. بازم تأکید میکنم خطبه بسیار دقیق و ظریفی است که اگه توجه به مضامین دقیق و بلندش نداشته باشیم، خدای نکرده بعد تفسیر میکنیم. بازم تأکید میکنم امیر مؤمنان سلام الله علیه نمیخوان بفرمون شما کار نکنید، تلاش نکنید، روزی مقدره. نه، اتفاقا در هیچ آیینی به اندازه اسلام به کار و کوشش و تلاش و عمران و آبادی سفارش نشده. جالبه بدانید این حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن انا من اکثر اهل المدینه مالا، یا انی من اکثر اهل المدینه مالا، من یکی از ثروتمندای مدینه هستم. ثروت اشکالی نداره، چه مانعی داره از حلال انسان تهیه کنه، در حلال اصلا اسلام تشویق کرده. یه داستانی بگم جالبه، دو نفر آمدن محضر امام صادق علیه السلام. این حدیث تو منابع قدیمی ما هست، در کافی مرحوم کلینی هست،
کتاب های دیگه هست، آمدن محضر امام صادق علیه السلام، میخواستن یه سوالی بپرسن، روشون نمیشد، ای به او اشاره میکرد، او به این اشاره میکرد. آقا فرمودن چی میخواهید بگید؟ بپرسید. یک کسی به زبان آمد، گفت آقا من نمیدونم وضع ما چیه، ما چی کاره این بالاخره، از زبان مگه چه میکنید؟ گفت آقا من خیلی دنبال کسب و کار و تجارت و درآمد و از حلال تهیه میکنم، در حلالم هزینه میکنم، اصل و بها رحمی، احج و بها، اتصدق و بها، زندگی خودم رو آبرومندانه اداره میکنم، صدقه میدم، حج خانه خدا میرم، به خویشاوندانم میرسم. مردم به ما میگن دنیا پرست، نمیدونم دنیا پرستیم یا خدا پرستیم. تلاش و کوشش فراوان، روزی به دست میاریم، دنبال کار و تجارتیم، از اون طرف هم زندگی خودمون رو آبرومندانه اداره میکنیم، هم به ارحاممون میرسیم، صدقه میدیم، حج خانه خدا میریم. ما دنیا پرستیم یا خدا پرستیم؟ خیلی حدیث لطیفیه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن اصلا این دنیا نیست، این آخرته، این دنیا نیست، این آخرته. اگه از مسیر حلال تهیه کردی و در مسیر حلال خرج کردی، دنیا تمامش آخرته. در یه داستان دیگری داریم، امام صادق سلام الله علیه گاهی میدن بعضی از اصحابشون، یارانشون دیر میرن بازار، مثلا ساعت 10 صبح، 11 صبح. این روایت اینه، حضرت فرمود اخدو الى ازک، اخدو یعنی خدوف، صبح زود، الى ازک، نفرمودن الى سوقک، الى عملک، فرمود صبح زود برو سراغ عزته، نفرمود بازار کسب و کارت، عزت، عزت یه مسلمانه، صبح زود بازار اسلامی باید آباد بشه، زود رونق پیدا کنه، کسب و کار و تجارت، مسلمان ها سرآمد باشن، نیازمند دیگران نباشن. خود رسول خدا وقتی آمدن مدینه، حالا مجال نیست من تاریخ رو بگم، این که از اقدامات بسیار بزرگی که رسول خدا در مدینه انجام دادن همین بود، کسب و کار و بازار رو، تجارت و کشاورزی و عمران و آبادی رو تو مدینه رواج دادن. در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، امیر مؤمنان اینو بدانید عزیزان، هیچ کسی، بدون مبالغه عرض میکنم، با اطلاع میگم، هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان در مدینه کار عمرانی، آبادانی، نخلستانها، کشاورزی، هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان سلام الله علیه کار نکرد. خود حضرت فرمود من روزی که با صدیقه طاهره سلام الله علیها ازدواج کردم، فرش زیرانداز نداشتم، ولی الان 40,000 دینار صدقات منه، 40,000 دینار صدقات منه. روزی که ازدواج کردم فرش زیر پا نداشتم. امیر مؤمنان تو این 25 سال خانه نشینی بیشترین عمران و آبادی و کار و کشاورزی رو در مدینه انجام دادن. اسلام نمیگه کار نباشه، میگه آباد باشه. اتفاقا عرض کردم اساس نهضت امام ما رضوان الله علیه برای همین اساس بود، چون میدن ثروت این ملت رو دشمنها دارن غارت میکنن، چپاول میکنن. امام قیام کردن، بله بعد معنوی انقلاب و قیام امام معلوم، روشن، محفوظ، اما بعد اقتصادی هم داشت. اسلام راضی نبود اقتصاد مسلمان ها دست صهیونیست ها باشه، دست امریکایی ها باشه، چپاول ثروت این ملت. امام قیام کردن. پس بنابراین اسلام نه تنها به هیچ وجه سفارش به پذیرش فقر نمی کنه، میگه در برابر فقر تحمیلی بایستید، فقری که دشمن تحمیل کنه، فقری که در اثر تنبلی خود ما باشه، اینا مذمت شده. اما اگر ما نه کار و کوشش و تلاشمون رو انجام دادیم، عرض کردم دو نفریم، دو تا با هم شروع کردن مغازه در بازار کنار هم، موقعیتش یکیه، سرمایهشون یکیه، تلاششون یکیه، اما کار یکی میگیره، کار یکی نمیگیره. غیر از اینه؟ الان نمیبینید تو هر رشته ای، تو کشاورزیش هست، تو پزشکیش هست، تو هر رشته ای دو نفر پزشکن، با هم شروع میکنن، یکی نامش بر سر زبان ها میفته، همه بهش مراجعه میکنن، تو صف و نوبتن، نوبت چند ماهه بر اینکه دستت بهش برسه. یه پزشکم هست مثل همون درس خونده،
استعدادش مثل همون بوده، درس خوندنش مثل همون بوده، اما مراجعات زیادی نداره. الان شما نمیبینید، تو هر شهری نمیبینید، با یه پزشک عمومی، با یه پزشک عمومی دیگه، متخصص، فوق تخصص، درسشون، تحصیلاتشون، استعدادشون یکیه. یکی مطب زده 5 تا مراجعه کننده داره، یکی مطب زده 50 تا مراجعه کننده. این تقسیم دیگه. حالا آیا اگر من دیدم یه برادر ایمانی من وضع مالیش بهتره، مراجعات به او بیشتره، آیا من نسبت به او حسادت پیدا کنم، نسبت به خداوند سوء ظن پیدا کنم؟ حضرت می‌فرمایند این کارو نکن. ان المرء المسلم، حضرت می‌فرمایند بدانید بالاتر، خوب ثروت دنیا، ولی خدا تقسیم کرده، اینجوری تقسیم کرده. اگر از ثروت زیادی بهره نداشتی، با بدان بالاتر از ثروت دنیا پاکی و طهارت معنویه. فان المرء المسلم ما لم یخش دناءه تظهر فیخشع لها اذا ذکرت و یغرا بحال عام الناس کان کالفالج الیاسر. اگر انسان آبرومند زندگی کرد، خدای نکرده تو زندگیش یه زشتی، یه پلیدی، یه نقطه تاریک پیدا بشه، اون خوبه. ان المرء المسلم، انسان مسلمان اگر پستی تو زندگیش پیدا نشه، یه نقطه منفی و زشت اخلاقی که یخشع لها اذا ذکر، هر وقت یادش میاد خجالت میکشه. و یقرا به حال عام الناس، آدمای لعیم رو در برابر او تون میکنه، علیهش حرف بزنن، علیهش فضا سازی کنن. امروز هم که میبینید ابزار فضاهای مجازی گسترده شده، متاسفانه بعضیا دنبال این میگردن کسی یه نقطه ضعفی پیدا کنه، بلافاصله تو همه عالم منتشر کنن. بله، یه وقت نقطه ضعف مسائل فساد اقتصادی، دست برده به بیت المال، باید آبروی طرف برد. امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببینید خیلی مهمه این عزیزان من، امیر مؤمنان سلام الله علیه نه استاندار اهواز، نه ناظر مالی بازار اهواز، یه ناظر مالی تو بازار اهواز بوده، یه دستبرد مالی، فساد مالی داشته. آقا امیر مؤمنان نامه نوشتن به استاندار اهواز، 14 تا مجازات براش تعیین کردن، 14 تا مجازات، یه ناظر مالی. از کار برکنارش کن، اون چی که دست برد زده ازش بگیر، آبروشو ببر، به زندان بینداز، شلاقش بزن، تو بازار بچرخون، ماه بعد دوباره تازیانش بزن، دیگه پست و مقام 14 تا مجازات. ولی یکی از فساد مالی داره، بعد آبروشو برد، دست برد به بیت المال و اموال مسلمان ها، بعد آبروشو برد. اما یک کسی حالا یه نقطه ضعف شخصی داشته، ما همه در معرض خطریم، نباید آبرو برد، باید آبروداری کرد. من مخصوصا همیشه به جوانهای عزیز سفارش کردم، خواهش کردم تو رو خدا مواظب باشید، تا یه عکسی، یه فیلمی، یه کلیپی، یه خبری از یه مسلمان بیچاره‌ای که حالا یه لغزش اخلاقی، یه اشتباهی تو زندگیش کرده، منتشر نکنید. در روایت داریم من تتبع عورات المؤمن، کسی دنبال عیوب مؤمنین بره، عیوب دیگران رو افشا کنه، تتبع الله، خدا دنبال عیوبش میره، فزهه ولو فی جوف بیته، خدا رسواش میکنه ولو در پس توی خانش باش. اگر ما دنبال عیوب مردم، عرض کردم ببینید تو فضاهای مجازی یه عکس میاد، یه کلیپ میاد، بازم تأکید میکنم یه وقت مسائل مالی، فساد اقتصادی، فساد مالی، دست برده به بیت المال، غارت اموال من، این باید آبروشو برد. اما یه کسی اشتباه شخصی تو زندگیش انجام داده، نه باید آبرو ریزی کرد. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد بدانید بالاتر از ثروت دنیا پاکی در دنیاست، طهارت معنویه. فکر نکن همه چیز در مال دنیا خلاصه میشه. ان المرء المسلم، انسان مسلمان، مالم یخشد دناءه تظهر، اگر
یه بدی و نقطه تاریک و منفی تو زندگیش پیدا نشه که هم خودش خجالت بکشه هم دیگران تحریک بشن علیهش آبرو ریزی کنن. اگه همچین نقطه ضعفی نداشته باشه، کان کلفال جل یاسر، مثل اون کسی است که در مسابقه منتظر پیروزیه، الذی ینتظر اول فوزة من قداحه توجب له المغنم و یرفع عنه به المغرم، مثل کسی است که در یه مسابقه شرکت کرده و میخواد اولین برنده و پیروز این مسابقه باشه. و کذلک المرء المسلم، انسان مسلمان، البریء من الخیانه، آدمی که پاک زندگی کرده، طهارت معنوی تو زندگیش داره، یه عمر آبرومند زندگی کرده. عرض کردم عزیزان عنایت کنید، پیام این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه اینه، آبرومند زندگی کردن مهمتر از ثروته. این چندمین بار تکرار میکنم، نه اینکه ما دنبال ثروت نباشیم، دنبال کار و کوشش و تلاش نباشیم، نه، ما به وظیفمون عمل کردیم، ولی تقسیم روزی دست خداست. خدا برای ما بیش از این مقدر نکرده. قصه نخوریم، حسادت به دیگران نورزیم، به صاحبان ثروت حسادت و کینه و عداوت نداشته باشیم، به خدا سوء ظن پیدا نکنیم، از لطف خدا ناامید نشیم. بدانیم بالاتر از ثروت دنیا به تعبیر امیرمونان پاکی و طهارت معنویه. شما یه عمر داری آبرومند زندگی میکنی، حالا با یه زندگی درجه دو، درجه سه، این زندگی آبرومند بالاتره، این ارزشش بیشتره. حضرت میفرماد المرء المسلم، انسان مسلمان، البریء من الخیانه، که پاک زندگی کرده، ینتظر من الله احد الحسنیین، منتظر یکی از این دو خوبیه، اما داعی الله فما عند الله خیر الله، یا همینجوری زندگی میکنه آبرومندانه ولی با یه زندگی ضعیفتری میرسد به رحمت الهی، و اما رزق الله، یا نه، در یه مقطعی از زندگیش مقدرش میشه خدا روزی بیشتری بهش بده. فاذا هو ذو اهل و مال، خب ثروتم بهش رسید، و معه دینه و حسبه، ثروتش هم داره، آبروش هم داره، دینش هم محفوظ شده، در یه مرحله خدا روزی بیشتری بهش داده. ان المال والبنین حرث الدنیا، مال زیاد، ثروت، اینا کشت دنیاست، اما والعمل الصالح حرث الاخره، عمل صالح کشت آخرته، و قد یجمعهما الله لاقوام، بله، بعضیا هم دنیا رو دارن هم آخرت رو دارن، اما بعضیا نه، خدا دنیاشون اینجوری مقدر کرده، با سختی زندگی میکنن. فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه. ادامه داره این خطبه نورانی، انشاءالله به حول و قوه الهی در جلسات بعدی بیشتر توضیح میدم، و بحث مقدر بودن روزی، معنای مقدر بودن، آیات روایاتش رو انشاءالله تقدیم خواهم کرد. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به آن عنایت.